مبحث بسیار مهمی که امروز میخوام در موردش با شما صحبت کنم و بسیار حائز اهمیته، بازیگر و ذهن ارگانیکه. اینطوری با هم صحبت کنیم که زمانی شما میخواهید یک پدیده ای رو کشف کنید، چهارچوب ها رو باید بشونید. مهمترین نکته اینه که اول چهارچوب ها رو بشناسیم و بعد بتونیم اونها رو بشونیم و به فراتر از اون بریم و چیزهای فراتر از اون رو کشف کنیم و اون رو روی صحنه مقابل دوربین به مخاطب خودمون ارائه بدیم. عموما ذهن میخواد پدیده ها رو تفکیک کنه و اونها رو برچسب بزنه بر اساس قوانین اجتماعی. دنیا رو بسته‌بندی و قابل فهم باز بر اساس قوانین اجتماعی کنه برای ما. ذهن یک ماشین خودکاریه که همه پدیده ها رو میخواد سطحی و خیلی ساده ببینه و تا زمانی که این ذهنیت اجتماعی ساخت بشر در شکل‌گیری درون ما دست بالا داره، عموما زندگی طعم خودش رو از دست میده و خیلی عادی و روزمره میشه و بیشتر و بیشتر به جای اینکه بتونیم به جای رویاروی بیواسطه و ارگانیک با پدیده ها اونها رو تفسیر کنیم، میخوایم اونها رو کلی درک کنیم. ناشناخته ها که بسیار ترسناک و خطرناکن چون تازه میخوایم کشفشون کنیم، تبدیل میشن به شناخته هایی که سالها و سالها تجربه شده و ما چیز جدیدی رو برای کشف کردن نداریم. ذهن عموما مانندی که مانع و فیلتری بین فرد، زندگی و اون شخصیتی که میخواد کشف کنه و اجازه رشد و تحول ارگانیک رو به ما نمیده و به قول گرتوفسکی ذهن مانند سگی است که میخواهد آب رودخانه را با دندان گاز بگیرد. بنابراین اگر ما میخواهیم یک شخصیت ارگانیک کشف کنیم، اگر میخواهیم بدنمون ارگانیک عمل کنه، ارگانیک یعنی آن گونه از رفتار بدن که در انسان بدوی یا ابتدایی وجود داره و ذهنی که بدون واسطه با همه چیز روبرو میشه و اون رو کشف میکنه و اون رو تجربه میکنه، اگر میخواهیم که بدنمون، ذهنمون ارگانیک عمل کنه، باید از همه چیز بگذاریم و یاد بگیریم که این چهار چوب های اجتماعی رو بشکنیم و به فراتر از اون بریم.